را میتونه رای اضافه 8 رو متمم تاثیرگذار بشه. چرا الان را رو توضیح نمیدید؟ چون را رفتی فعلا به نقش نداره. بعد ما رای نشانه یا مفعولی هنوز مفعول رو نخوندیم. ولی نقش رو تموم کنم بود این قسمت رو بگیم. خب اگر مهم نبود چرا الان هشدار میدی؟ چون میخوام چالش رو دعوت به چالش کنم. به تو بگم عزیز من بازی طراح کجاست؟ نقطه حساس کجاست که تو سر جلسه کنکوری با گیج شدی بگی آقا اینا رو گفته بود و حواسم باشه. خب اگر تاثیر نداره فعلا چرا گفتی و چرا باید من حواسم باشه؟ اینجا رو نگاه کنید بچه ها. من اینجا می‌نویسم حمید را قوی تر مثال بزنیم. آسمان را سقف یا فلک را سقف بشکافیم. این جمله وقتی معنا میشه میشه سقف آسمان را بشکافیم. این جمله وقتی مرتب میشه یعنی سقف آسمان. دارم درس نمیدم، دارم کلی حرف میزنم. یعنی رای میاد که جای دو کلمه رو جابجا میکنه. به این میگن فک اضافه. دارم درس نمیدم، اصلا فک اضافه نگفتم. بعد میگم اینا فقط هشداره. این به این میگن فک. انفک که اگر انفک که انفکاک جدا میشه. رای که بین مضاف و الی با کلمه قبل خودش فاصله بندازه. آسمان را سقف بشکافیم. سقف آسمان. آسمان مضاف و الی. هشدار در این زمینه فعلا چیه؟ قانع اگر زیر کلمه برای شما خط کشیدن، اگر زیر کلمه برای شما خط کشیدن گفتن این مضاف الیه و قبلش کسره نبود، و قبلش کسره نبود، نگو نیست، بگو آقا یه نکته را داریم، اگه بعدش یا بعدترش قرار نیست دقیقا در کنارش بشه تو همون جمله حداقل را دیدم را فعلا نظر نمیدم. میگم نظر نمیدم میتونه این مضاف الیه باشه که هنوز یکتا در مورد را صحبت نکرد. هشدار در را. نکته بعدی، من وقتی میگم حسین را پرسیدند، وقتی اینو معنا میکنی یعنی چه؟ یعنی از حسین پرسیدند، یعنی حسین میشه متمم. نکته، اگر زیر کلمه خط کشیدن گفتن این متممه و قبلش حرف اضافه نبود، حرفش حرف اضافه نبود، قانونا باید بگی متمم نیست، ولی اگه بعدش یا بعدترش تو همون جمله را دیدم نظر ندم، بگن یه رایی داریم که معنی حرف اضافه میده. حسین را پرسیدن از حسین، یک تا را کتاب دادن به یک تا. پس فعلا دارم تست میزنم. زیر کلمه خط کشی شد نوشتن مضاف الیه، من را رو نخوندم. اگر کلمه خط کشیدن میشم متمم نظر نمیدم، میگم را رو نخوندم. پس اینو نگه میداریم تا زمانی که سر جاش بگم. نکته رو گوش کن. نکته بعدی، چالش بعدی. خب چالش بعدی ما زمایر م ت ش یا ام ات ش اش امان اتان اشان م ت ش مانتان شان. اگر این زمایر میتونن سه تا نقش بگیرن، می منه ت توه، یا مضاف الیه بشن یا متمم بشن یا مفعول بشن بدون اینکه قبلشون کسره ای باشه، بدون چون اینا میچسبن، بدون اینکه قبلش حرف اضافه ای باشه. و اگر زمایرم دیدم بگم من در سه نقش اول یه نکته را نمیدونم که میتونه رو مباحث من تاثیر بذاره. تدریس چالش یعنی که آقا مباحثی که بعد میخوایم بگیم برو قبل تاثیر داره، که از همین الان حواست باشه دیگه، بگی آقا من اینو نمیدونم هنوز. و زمایر، این زمایر رو در یک دو جلسه بعد میگیم، ولی کلا گفتم حواس ماشه رو اینا نظر ندید. متشه مانتش سه نقش، صفت مضاف و الیه متمم. دستور خیلی ساده است، ولی هر قسمت گفتم امشب تا فردا اگه بررسی کردید، امشب تا فردا اگر بررسی کردید لطف کنید حتما این ریزنکات رو، جزوه‌ام نباشه ایراد نیست، حتما یه خلاصه برداری بکن. تستارم همینایی که من زدم فعلا نگاه کن، اگه تست نداشتی ایراد نیست. عزیزان من اینجا رو نگاه کنید، حالا با همین معلومات و با همین نکات ببینیم در تستایی که ما قرار دادیم چه خبره. نگاه کنید. خب ما بعد از جزوه اولمون که جزوه هامون سه قسمت اول آرایه است، تستاش اومده، حالا انشالله میاد دستتون میبینید، فعلا هم نداشتید ایراد نیست، سوالای تستش شروع میشه،
به همین شکل میره و حدود 200 آرای ما داریم. حدود 200 آرای ما حدود 200 آرای داریم که این آرایا هم کنکور سراسری مخصوصا 99 و 400 همشه و سوالات کنکور آزمایشی از جمله قلم میشه و سوالات کنکور سراسری. خب اینجا دستور شروع شده، نگاه کنید در جزوه‌ای که بعد میاد دستتون، یعنی آرایه میاد درسنامش تست هاش تا صفحه 54. جواب بعد از 6-7